و بارها و بارها ادعا کرد که نه تنها مستظر به الطاف الهی است، بلکه گاه الهام میگیره از خدا، گاه سیاستهاش رو از اون طریق به اوریانا فلاچی به صراحت میگه که من گاهی به طور مستقیم الهام میگیرم. در این حال از مذهب اونطور که شما گفتید استفاده ابزاری هم میخواست بکنه. مذهب رو پادزهر رشد کمونیسم میدونست و واقعیت اینه که در دوران جنگ سرد زندگی میکرد. همونطوری که گفتید همسایه شمالیش شوروی بود. شوروی نشون داده بود در قضیه آذربایجان که اگر دستش برسه قصد بست قدرتش در ایران رو داره، قصد تجزیه ایران رو داره. از طریق حزب توده دائم علیه شاه فعالیت میکرد. به همین خاطر هم استفاده ابزاری میکرد و هم به گمان من خودش باور داشت به این مسائل. در عین اینکه میدونست مذهب برای جامعه ایران لازمه و میشه از طریق به گمانش از طریق مذهب علیه کمونیسم استفاده کرد، در بسیاری از موارد میبینیم که نسبت به روحانیون چندان خوشبین نیست. خاطرات علم، شرح مبسوط مذاکراتش با مرحوم مهدی سمیعی وقتی که تصمیم میگیره یه حزب درست و حسابی در 1973 شاه درست بکنه، اونها حکایت از این داره که نسبت به روحانیت بدبین بود. سخنرانی هایی که شاه در 1963 کرده علیه روحانیت به راستی شگفت انگیزن. همه از سخنرانی آقای خمینی در اون روزها صحبت میکنن که خب سخنرانی شجاعانه ای بود که میگه پسرک کاری نکن که بگم از مملکت بیرونت بکنن، کاری نکن که دستور بدم بلای پدری سرت بیارن. یه سخنرانی خیلی عجیبی است، ولی سخنرانی های شاه حداقل به همون جرأت توندیست. اینها رو کرم توی مدفوع ازشون در یه جا صحبت میکنه که آیا خمینی میگه توی سخنرانی میگه نکنه این درست باشه که شنیدم چنین حرفی در مورد ما زدی. یعنی در عین بدبینی به روحانیت به عنوان کسانی که مفخور هستن، به عنوان کسانی که عقب افتادن ارتجاع سیاه هستن، باور داشت که مذهب رو بایستی تقویت بکنه و در مقابل کمونیسم ازش استفاده بکنه. تعداد مساجد در دوران رضا شاه به یک آماری حدود یک سوم شد. این یک سوم تعداد مساجد رو تقلیل داد رضا شاه. در دوران محمد رضا شاه ارقام افزایش تعداد مساجد تا اونجایی که من تونستم پیدا بکنم و خیلی دشوار بود، دوستان در ایران کمک کردن، شگفت انگیزه. تعداد افزایش مساجد در 15 سال آخر سلطنت شاه، یعنی منم که در ایران از 1975 برگشته بودم، دو سالی در دانشگاه افتخار تدریس داشتم، کاملا برام محسوس بود که محمد رضا شاه قصد تقویت مذهب در برابر نیروهای چپ داره. من فکر میکنم یه تمثیل خیلی گویاش معماری دانشگاه تهرانه. رضا شاه دانشگاه تهران رو ساخت، درش مسجدی وجود نداشت. محمد رضا شاه بود که مسجد ساخت و سعی کرد یه مسجد هم مدرن و هم سنتی بسازه و این مسجد رو دقیقا جایی ساخت که اشراف داشت در واقع بر تمام دانشگاه. من که در دانشگاه حقوق افتخار تدریس داشتم، هر روز از زیر دیدگاه گنبد در گنبد اونجا رد میشد، گلدسته هاش دارم. آقای دکتر میلانی، ممکن از این سوالم تعجب بکنید. شاه ایران و ایرانی رو میشناخت اصلا، یا شاه اصلا رابطه نداشت با فرهنگ و مردمی که بر اونها حکومت میکرد؟ چون ظاهرا
ظاهرا این شبه پیش میاد. ببینید دوباره دو سه تا نکته مختلف هست که باید در نظر گرفت. یکی این که رابطه شاه با مردم عادی، مردم کوچه خیابون، به تدریج کاهش پیدا کرد. یعنی در چند سال اول حکومتش به راحتی سوار ماشین میشد بدون محافظ، میرفت مثلا به قلعه مرغی که سوار هواپیما بشه تعلیم خلبانی ببینه، که از همون 1942 بهش خیلی علاقه مند شده بود. اصلا این که این فضایی که در 74 75 بود وجود نداشت. به علاوه خیلی ها که دوران رضا شاه وزیر و وکیل بودن، کماکان به دربار رفت آمد میکردن و اینا کسانی بودن که حق و حقیقت رو به شاه میگفتن، بایی نداشتن، باکی نداشتن که در مقابلش بایستن. آدم های گردن کلفتی بودن، از قوام و دکتر مصدق بگیر تا زاهدی و حکیم الملک و حتی حکیم الملک علا. ولی بعد از 63 به تدریج 1963 میبینیم که شاه عملا پای همه اینها رو از دربار قطع میکنه، دیگه تماس مستقیمی با مردم خیلی کمتر و کمتر داره، افراد مختلفی بهش این خطر رو گوشزد میکنن. بخشی از این دلیلش البته امنیتی بود. 1965 دوباره علیه شاه توطئه شد، قصد کشتنش رو داشتن یکی از نیروهای مذهبی، و بعد از 69 علاوه بر فعالیت‌های تروریستی مذهبی ها، فعالیت‌های چپ و مجاهدین شروع شد و یک فضای امنیتی ایجاد شد و در اون فضا خب طبعا مراوده شاه کمتر میشد. ولی به نظر من یه علت ساختاری وجود داشت، اونطوری که گفتید کمتر و کمتر با مردم تماس داشت. علم مثلا در یه مقطعی بهش پیشنهاد میکنه که 1971 میگه که اجازه بدید ما یه جلساتی تشکیل بدیم، یه عده از مردم عادی رو دعوت کنیم بیان دربار و با شما ما یه دفعه صحبت کنن. شما میگه احتیاجی نیست. عده اوریانا فلاچی مثلا ازش میپرسی که آیا شما واقعا خبر دارید در مملکت چه میگذره، میگه من از 13 منبع مختلف بهم خبر میاد. من یه گزارشی رو به تفصیل در اینجا نقل کردم، این از گزارش های ویژه ایست که به اصطلاح اردشیر زاهدی میفرستاد از سفارت آمریکا، و اونقدر محرمانه بود که حتی منشی سفارت هم اینا رو نمیدید، خود زاهدی با خط خودش مینوشت توی یه چمدون ویژه ای که یه دوتا کلید داشت، یکی نزد زاهدی یکی نزد شاه، میدادن شخصی اینو میبرد. از این گزارش ها من خیلی تقریبا همه اینا رو من خوندم، زاهدی لطف کرد به من اجازه داد اینها رو ببینم. تو یکی از این گزارش ها در 73 یک مقام آمریکایی که اسمش در گزارش نیست متاسفانه میگه که ما اخباری که ما داریم اینه که شاه از وضع مملکت از میزان نارضایتی خبردار نیست. شاه در حاشیه می‌نویسه که اینا مزخرفات پیک ایرانه. من اونجا میگه از 5 منبع مختلف به من گزارش داده میشه. به همین خاطر از یک سو به نظر من تماسش با مردم کمتر و کمتر شد. یه سوال دیگری که در سوال شما یه بچه دیگرش این بود که آیا مردم رو میشناخت و دوست میداشت یا نه. یک گفتهی پادشاه مراکش به شاه گفته، خیلی جالبه، میگن در حال گالف داشتن بازی میکردن در دورانی که شاه مهمانش بود، میگه که محمد رضا مسئله تو این بود که ایران رو سخت دوست میداشتی ولی ایرانیان رو دوست نمیداشتی، ایرانیان رو نمیشناختی. در واقع چندین بار پیغام به همین ملک حسن میفرسته به پادشاه عربستان سعودی که شما اگر تغییر ندید وضع بحرانی خواهد شد. جواب اینها همین است که این تو هستی که اشتباه میکنی، مردم ایران رو نمیشناسی. به همین خاطر من فکر میکنم یه ترکیب بسیار پیچیده است. واقعا به گمان من شاه باور داشت که مردم
با سلطنت یه رابطه ویژه حتی روانشناختی دارن. هی میگفت آمریکایی‌ها نمیفهمن. و آمریکایی‌ها میگفت شما نمیفهمید رابطه پادشاه با مردم رو در ایران. و به همین خاطر هم هست که به گمان من وقتی که رفت اون روز، روز معروف تاسوعاست به گمانم، که میره برای اولین بار با هلیکوپتر و موج متظاهر کنندگان رو میبینه، واقعا از اون به بعد با یه حالت دلزدگی و قهری میخواست دیگه هرچه زودتر از ایران بره بیرون. تو چندین بار میگه من ایرانی ها رو نمیفهمم، این ایرانی ها چجور آدم هایی هستن که من این همه تغییر دادم، حالا اومدن با یه چنین کسی مثل آیت الله خمینی دارن ائتلاف میکنن علیه من. آقای دکتر میلانی، میخوام یک حاشیه برم، یک سوال حاشیه‌ای رو مطرح کنم. یکی از کتاب‌هایی که در آمده در شش جلد خاطرات علم هست. در مورد خاطرات علم اخیراً آقای محمود طلوعی نقطه نظرهایی رو مطرح کرده که تردید کرده است اصولاً در صداقت علم، و به اعتباری از جانب ایشون و یا از جانب دیگران تردید در اعتبار این یادداشت‌ها مطرح شد. شما در تحقیقاتی کردید به چه نتیجه رسیدید؟ آیا خاطرات علم یک کتاب معتبر تاریخی مربوط به دوران پادشاهی است یا نه علم در این کتاب صداقت راقل که آدم حس میکنه باید داشته باشه نداشته در این یاد داشته؟ شما نظرتون چی؟ من فکر میکنم که کتاب علم یکی از مهمترین کتاب هایی است که در مورد دوران شاه نوشته شده. من در اسناد کتاب، در کتاب هایی که در مورد اون دوران نوشته شده، هیچ کتابی رو به این اهمیت نمیدونم، ولی در این حال تردیدی هم ندارم که کتاب از منظر علم و دوستداران و هواداران خودش نوشته شده. علم خیلی آسون ایراد بر دیگران میگیره، بر دزدی های دیگران اشاره میکنه، به اجحافاتی که دیگران میکنند اشاره میکنه، به ملکه و اطرافیان ملکه بارها و بارها اشاره میکنه که چطور اینها قراردادهای گنده میگیرند و قراردادها رو دارن پول اضافه میگیرند. در کاخ مثلا نیاوران، کتابخونه کاخ رو ملکه داره بازسازی میکنه، شکایت میکنه به شاه که این معماری که گرفتن پول داره زیادی میگیره، شاه میگه بدید، ولی یک بار نمیگه که خودش مثلا یا اطرافیان خودش در جشنهای 2500 ساله چه کردن، در خوزستان چه کردن وقتی که چاه بهار داشت ساخته میشد، چطور زمین های اطراف اونجا رو خریدن، چطور در همه قراردادهایی که دستشون میرسید و زورشون میرسید یه پرسنت میگیرن. آقای دکتر نهاوندی میگه که حتی وقتی که میاد و شرکت دانشگاه شیراز رو به عهده میگیره، یه 6 میلیون فکر کنم رقمش 6 میلیون 1967-8 اون رقم دیگه اصلا گم شده در کتاب دفتر دستک های دانشگاه شیراز. اینا رو نمیگه،